Bismillahirrahmanirrahim. Be nam-i Xudavandi Baxşayindeyi Mehriban. Salam danışamızı aziz. İnşallah ki xubu sıhhatman başın. Xatıra şücayı astım, müdaris-i mazmun-i kimya, dar baxş-i kimya-i sinf-i 12-hum. با شما ازدان همکار استم. دانش آموزای عزیز، در جلسه گذشته ما در مورد استحصال امین ها خواندیم و فهمیدیم که از چند طریق ما میتونیم امین ها را استحصال کنیم یا به دست بیاریم و در زندگی روزمره خود ازش استفاده بکنیم. جلسه امروز ما موضوعاتی که رویش بحث میکنیم در حقیقت ادامه روز گذشته است، ادامه جلسه گذشته هست که ما در مورد امین های موضوعاتی را که در ادامه درس امین ها هست را میخوانیم. امروز ما در مورد موضوعاتی که میخوانیم امین های مهم که یکی از اونا میتایل امین است، انیلین یا بنزین امین است که یکی از امین های اروماتیکی است، اماید ها را میخوانیم، برعلاوه نامگذاری و استحصال اماید ها را میخوانیم و تا پایان جلسه انشاءالله که این موضوعات خیلی خوب یاد بگیریم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. اول امین های مهم، اولین مرکب یا امین مهمی که وجود داره به نام میتایل امین یاد میشه. میتایل امین دارای فرمول CH3 رابطه NH2 است. میتایل امین که شما در قسمت هم ببینین از موادی که در دسترس ما بود، یک مدل از میتایل امین ساختیم که اینجا CH3 هست، نایتروژن و دو تا هیدروژنش. پس این دقیقا شبیه به این قسمت یا فرمول وجود داره که است میتایل امین. خب میتایل امین دارای فرمول زیل می باشه. از تعامل میتانول و امونیا ما میتونیم خیلی راحت در موجودیت اکساید المونیوم و درجه 400 درجه سانتیگراد میتایل امین به دست بیاریم. میتایل الکل با امونیا وارد تعامل میکنیم، در نتیجه ما میتایل امین و آب میتونیم به دست بیاریم. شما در قسمت متوجه باشین است میتایل الکل. میتایل الکل CH3 رابطه اکسیژن و هیدروژن، گروه هیدروکسیلش است. زمانی که ما به جای یک هیدروژن از زیر بکشیم و یک هیدروژن هم از امونیا را بکشیم، در نتیجه اینا را با هم دیگر وصل بکنیم، مرکبی که تشکیل میشه مرکبی میتایل امین است. مرکبی میتایل امین ما میتونیم قسم تشکیل بدیم، یعنی گروه هیدروکسیل شکشیدیم و میتایل امین تشکیل شد. همه تعامل روی تختم کار میکنیم ببینیم که چگونه تعامل صورت میگیره. خب فرمول عمومی الکل ها بود R رابطه او H. میتایل الکل نیاز داریم. میتایل الکل زمانی که با مرکبی به نام امونیا NH3 وارد تعامل میشه، ازش کدام مرکب ساخته میشه حالا میبینیم. در قسمت شما متوجه باشین گروه هیدروکسیل که در قسمت میتایل الکل است و یک هیدروژن هم از قسمت امین جدا میشه، با هم دیگر یک جای میشه، کدام مرکب تشکیل خواهد شد؟ آفرین، H2O یعنی آب تشکیل میشه. بر علاوه یک NH2 که در قسمت باقی مانده به جای گروه هیدروکسیل نصب میشه که ما میتونیم مرکبی CH3 رابطه NH2 که نامش است میتایل امین، میتایل امین هم ما میتونیم که به دست بیاره. خب به همین طریقه که ما تانستیم میتایل امین به دست بیاریم، این شکل ما دوباره میتونیم که با امونیا و القلی ها تعامل داده از میتایل امین ما میتونیم دای میتایل امین به دست بیاریم، ترای میتایل امین به دست بیاریم. یعنی ما میتونیم از میتان امین اولی، امین دومی و سومی را نیست به دست بیاریم و استفاده بکنیم. خود میتایل امین که است یک مواد خوب به خاطر انحلالیت مواد عضوی است، یعنی میتونه که مواد های عضوی را در خود حل بسازه. مرکب دوم ما که است انیلین یا بنزین امین است. شما از نام از این میفهمین که هرگاه گروپ امین بالای حلقه بنزین نصب شوه، پس در او صورت است که ما میتایل امین به دست آورده میتونیم. انیلین یکی از امین های مهم اروماتیکی بوده که خاصیت قلوی ضعیف را داره. خاصیت قلوی ضعیفش نظر به هگزا ترایامین
به مراتب کمتر است. یعنی در کتابتان گفته به اندازه میلیون مرتبه خاصیت القلیش یا قلویش ضعیفتر است. خب ما اینجا یک حلقه بنزین داریم و اگر به جای این مدل که یک حلقه بنزین است، اگر ما به جای یک هیدروژنش بگیریم یک گروپ امین یا گروپ امینو یا NH2 را روش نصب بکنیم، مرکبی که بعد اسم این مرکب به نام مرکب انیلین نام تجارتیش است، یا هم بنزین امین هم برش یاد میکنه که در قسمت شما میبینین ساختمانش. مرکب انیلین منبع بسیار مهمی برای تولید رنگ اندیگو است. رنگ اندیگو یک رنگ بسیار مهم و اصلی است که سایر رنگ ها رو ما میتونیم ازش به دست بریم. به خاطر به دست آوردن رنگ اندیگو چی کار میکنیم؟ اول میگیریم حلقه انیلین یا مرکب انیلین با کلور و استیک اسید وارد تعامل میکنیم، در نتیجه یک مرکب بین البینی به وجود میاد و میتونیم که این مرکبات دو مولکولش با هم یک جای کنیم و رنگ اندیگو را به دست بیاریم. خب دانش آموزان عزیز، به خاطر از اینکه بفهمیم چگونه میتونیم رنگ اندیگو را به دست میاریم، اینجا کار میکنیم. اولا که رنگ اندیگو دارای فرمول مولکولی سی 16 18 او 2 و ان 2 است. به خاطر که ما رنگ اندیگو رو بدیس بریم، ما با مرکب انیلین نیاز داریم. مرکب انیلین حلقه بنزین با گروپ NH2 است یا گروپ امینو. زمانی که با مرکب کلورو استیک اسید، کلورو استیک اسید وارد تعامل میشه بعد اسمی آید. خب یک کلورین با یک هیدروژن از قسمت یک جای میشه، مرکبی هیدروژن کلوراید ازش خارج میشه یا ساخته میشه. بر علاوه در قسمت حلقه بنزین در نظر میگیریم و گروپ NH، NH در جای خود مانده. در قسمت گروپ CH2، CH2 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه OH در نظر میگیریم. از طرف دیگه در قسمتش یک تا هیدروژن هم وجود داره. خب اگر ما ایره به شکل یک حلقه بنویسیم یا ایره به شکل خمیده بکنیم، چه قسم یک شکل خود گرفت؟ خب NH در قسمتش میشه CH2 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن و رابطه OH. و بر علاوه که در قسمت یه حلقه وجود داره یا این مرکب وجود داره، در هر کربن یک هیدروژن هم وجود داره. هیدروژن از این قسمت از این کربن ما برجسته نوشته میکنیم. در نتیجه زمانی که این شکل بگیره، گروپ OH در این قسمت است، هیدروژن هم در این قسمت، اینا با هم دیگر یک جای میشه. کدام مرکب تشکیل خواهد شد؟ آفرین، آب. یعنی منفی یک مولکول آب میشه. زمان که یک مولکول آب کشیده شد، مرکبی که بعد اسم میایه قسم یک فرمول داره، رابطه NH طرفش CH2، این طرفش کربن، دو رابطه با اکسیژن و با کربن بنزین رابطه داره. یعنی قسم یک شکل تشکیل میشه. زمانی که ما دو مولکول از اینا رو بگیریم و چهار تا هیدروژن ازش خارج بکنیم، رنگ اندیگو بعد دست میاد که در قسمت ما کار میکنیم. خب یک مولکول چه در قسمت در نظر میگیریم، است NH CH2، یک قسمتش هم است کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه با کربن بنزین. با مرکب دیگه ای که در قسمت ما در نظر میگیریم، البته ما به شکل برعکس نوشته میکنیم تا اینکه خوب تر بفهمیم. حلقه بنزین در قسمتش کربن با دو رابطه اکسیژن، در قسمتش کربن و دو تا هیدروژن، در قسمتش هم NH و هم رابطه داره با کربن. یعنی بخش دوم مکمل ما سرچپه در نظر گرفتیم. دو اتم هیدروژن از یک کربن با دو اتم هیدروژن از کربن دومی ما با هم دیگر یک جا شده یا از این مولکول مکمل کشیده میشه. در نتیجه ای دو تا که کشیده شد، کربن با کربن میمونه که چون دو تا هیدروژن خود از دست داده، دارای رابطه دوگانه میشه و این مرکبی که تشکیل میشه، این مرکب
از مرکب رنگ اندیگو یا رنگ اندیگو از این مرکب تشکیل میشه. در ادامه دانش آموزان عزیز، خب ما گفتیم که اندیگو یک رنگ اساسی و اصلی است که سایر رنگ هازش تشکیل میشه، مثل رنگ بنفش و رنگ گلابی و اینا که است از این رنگ تشکیل میشه. بر علاوه انیلین با مایع برومین تعامل میکنه، در نتیجه ترای بروم و انیلین تشکیل میشه. کیرم روی تخته کار میکنه. خب مرکب انیلین، مرکب انیلین زمانی که با مرکب برومین، ببخشید، مولکول برومین وارد تعامل میشه، در نتیجه چیزش تشکیل میشه. در این قسمت شما دانش آموز عزیز دقت بکنید، 3 + 6 تا برومین میشه، 3 تا برومین همراه با 3 تا هیدروژن که از این قسمت ها تشکیل میشه، یک هیدروژن از این قسمت، یک هیدروژن از این قسمت و یک هیدروژن از این قسمت، اینا را مکمل رابطه ها قطع میشه با برومین یک جای میشه، یعنی 3 مولکول هیدروژن بروماید تشکیل میشه و 3 برومین دیگه که در قسمت باقی میمونه، یکیش در جای یک هیدروژن نصب میشه، دومی هم به جای هیدروژن دومی و دیگه هیدروژن هم برومین هم به جای هیدروژن سومی نصب میشه. در نتیجه مرکبی را که ما می داشته باشیم در قسمت برومین نصب شد، در قسمت NH است، NH2، در قسمت هم برومین نصب است، در قسمت هم برومین نصب است. پس ترای بروم و انیلین تشکیل میشه از این مرکب. در ادامه دانش آموزان عزیز، موضوع دیگه ای که ما باید رویش کار بکنیم امایدها است. امایدها از تعامل اسیدها با مرکب اسید و مرکب امین، زمانی که ما این دو تا رو با هم دیگر تعامل بتیم، مرکبی که بعد اسمی اون مرکب است مرکب اماید. خب شما در قسمت ببینید که CH3 گروپ با گروپ امین است، زمانی که با گروپ OH اسیدها وارد تعامل میشه ازش مولکول آب خارج میشه و مرکب عمومی امایدها یا فرمول عمومی امایدها به وجود میاد. امایدها هم به شکل طبیعی است و هم به شکل مصنوعی است که ساخته میشه. به طور مثال ما در قسمت یکی از مرکبات امایدها را تشکیل بدیم که چگونه تشکیل میشه. اگر داشته باشیم CH3 رابطه NH2، خب یعنی گروپ امین است یا مرکب میتایل امین است با مرکب HO رابطه اسید رابطه با اکسیژن رابطه CH3، زمان که وارد تعامل میشه چه قسم تعامل میکنه؟ یک هیدروژن از گروپ امین با گروپ OH از اسیدها وارد تعامل میشه، آب منفی یک مولکول آب ازش خارج میشه، یک مولکول آب خلاص شد، میشه CH3 رابطه NH رابطه کربن دو رابطه با اکسیژن رابطه CH3. اینو میگه دای میتایل اماید، چون دوتا میتایل داره میشه دای میتایل اماید. خب موضوع بعدی که ما باید روش بحث بکنیم خود اماید هاست. اماید ها که است در اینجا میگه رابطه بین کربن و گروپ OH در یک قسمت یا نایتروژن با اکسیژنی که در یک قسمت وجود داره و کربنی که وجود داره کلن در یک سطح قرار میگیره. دلیلش چی است؟ ای که الکترون های آزاد اکسیژن، الکترون های آزاد که اکسیژن در یک قسمت داره روی عرصه از این اتم ها همپوشانی داره و در نتیجه الکترون های آزادی که نایتروژن داره در این قسمت درست فعالیت کرده نمیتونه. به همین خاطر است که امایدها دارای خواص القلی خیلی ضعیف میباشه و در آب هم کمتر منحل میشه. نامگذاری و استحصال امایدها موضوع بعدی ماست که ما یک قسم نامگذاری میکنیم. امایدها به اساس آیپک قسم نامگذاری میشه، چون از بقیه اسیدی به وجود آمد به جای OIC، به جای OIC ما کلمه امین اضافه میکنیم و از ذکر کلمه اسید کاملا صرف نظر میکنیم، یعنی اسید ذکر نمیکنیم. مثلا اینجا است CH3 CH2 CH2
کربن دی افتاد اکسیژن و گروپی امین. در قسمت ما چی میگیم؟ بیوتان، چون 4 تا کربن داریم، بیوتان امایت. استحصالش ما چگونه میتونیم که امایت ها را استحصال بکنیم؟ برای استحصال امایت ها مرکبات کاربوکسیلیک را مستقیما با آمونیا وارد تعامل میکنیم و در نتیجه ما میتونیم کاربوکسیلات ها را به دست بیاریم و این کاربوکسیلات ها را زمانی که دوباره حرارت بدیم تجزیه میشه به گروپ امین و آب ازش خارج میشه که ما روی تخته کار میکنیم. خب دانش آموزای عزیز، به خاطر اینکه بهتر بفهمیم که چطور میتونیم امایت ها را حاصل بکنیم، ما اینجا در نظر میگیریم فرمول عمومی اسید R رابطه اسید رابطه با اکسیژن رابطه OH. زمانی که ما این رو بگیریم با امونیا مستقیما وارد تعامل بکنیم، در نتیجه از چی تشکیل میشه؟ یک هیدروژن از این قسمت بالا از این نصب میشه، یا در حقیقت مرکبی مغلق از این تشکیل میشه، میشه R رابطه اسید رابطه با اکسیژن رابطه O NH4. خب بعدا ایره که ما ازش آب بکشیم، یعنی منفی مولکول آب بکنیم، که در حقیقت یک اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن از قسمت H2O را تشکیل میده، یعنی یک مولکول آب خارج میشه، در نتیجه میشه R رابطه C دو رابطه با اکسیژن رابطه در قسمت چی میمونه؟ آفرین NH2. یعنی امایت ها رو ما میتونیم به صورت کلی قسم به دست بریم. یک مثال کار میکنیم، در صورت که باشد CH3 رابطه C دو رابطه با اکسیژن رابطه OH، یعنی اسیدگسیه، ما با امونیا در نظر بگیریم، در نتیجه مرکبی که تشکیل میشه در مرحله اول میشه CH3 رابطه C دو رابطه با اکسیژن رابطه در قسمت ONH4 مثبت تشکیل میشه. بعدا با خارج کردن یک مولکول آب از این قسمت، ما میتونیم مرکبی رو به دست بیاریم که CH3 رابطه کربن در رابطه با اکسیژن رابطه NH2 است. نام از چی است؟ میتایل اماید. مرکب میتایل اماید ما میتونیم به دست بیاریم. برعلاوه دانش آموزای عزیز، طریقه های دیگری هم است که ما میتونیم که میتایل اماید یا امایدها را به دست بیاریم. طریقه دیگر برای استحصال اماید ها، در این طریقه بنزایل کلوراید را با امونیا وارد تعامل میکنیم، یعنی بنزایل کلوراید زمانی که ما با امونیا وارد تعامل بکنیم، در نتیجه ما میتونیم که بنزایل اماید تشکیل بدیم و هیدروژن کلوراید ازش خارج میشه، و هرگاه ما امونیا را با هیدروژن کلوراید وارد تعامل کنیم یا هیدروکلوریک اسید وارد تعامل کنیم، در نتیجه امونیوم کلوراید را ما میتونیم به دست بیاریم. خب دانش آموزای عزیز، موضوعاتی را که ما در این جلسه رویش بحث کردیم در مورد مرکبات مهم امین ها بود. این مرکبات شامل میتایل امین و همچنان بنزن امین هم بود، یا هم به نام انیلین یاد می شد. دو مرکب مهم ما فهمیدیم. بر علاوه ما امایدها را شناختیم که امایدها چه قسم به دست میه، چه قسم استحصال میشه و چه قسم نامگذاری میشه. دانش آموزای عزیز، در پایان یک کارخانگی که در نظر گرفتیم شما را حل بکنین، سوالات فصل 11 همه کتاب شما میبینین، هر سوالی که مربوط از این درس میشه شما دریافت کرده حلش میکنین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند یک تا میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.